خب سلام، شنبه 6 آگوست 2016 است، 6 اوت. ما هنوز فدرالیست 3، مقاله فدرالیست 3 و پاراگراف 17 را شروع میکنیم در این ویدیو. یعنی شروع میکنیم تمام میکنیم. پس با اجازتون من از اینجا شروع میکنم، یواش میخونم. But not only fewer just causes of war will be given by the national government, but it will also be more in the power to accommodate and settle them. Amicably, they will be more temperate and cool, and in that respect, as well as in others, will be more in capacity to act advisedly than the offending state. The pride of states as well as men naturally disposes them to justify all their actions and opposes their acknowledging, correcting or repairing their errors and offenses. The national government in such cases will not be affected by this pride, but will proceed with moderation and candor to consider and decide on the means most proper to extricate them from the difficulties which threaten them. خب ویدیو قبلی، یعنی پاراگراف 16، اگه یادتون باشه گفتش که این ایالت ها احتمال داره تکی تکی یا یکی دوتا یکی دوتایی با این بریتانیایی ها و اسپانیایی که هم مرزشون هستن برامون دردسر درست بکنن، و هر دفعه اینا یه جنگ کوچولوی میشه یا یه برنامه میشه، اینا نمیتونن خوب با این مسئله برخورد بکنن، چون همش مشغول این خواهم بود که یه ماه یه ماه برن و نمیدونم بشینن که شاید بتونن مسئله رو برطرف بکنن یا نه. ولی اگه یه دولت مرکزی داشته باشیم، دولت مرکزی میتونه قشنگ با اینا برخورد بکنه، جای 13 تا ایالت پاره پاره برن اونا سعی بکنن حقشون رو بگیرن، یه ایالت مرکزی قشنگ میتونه بره استوار جلوشون واسه و حقش رو بگیره. حالا باز دو مرتبه اینجا میگه که ادامه همون مسئله است که دولت مرکزی اگر یه مسئله پیدا شد حداقل خیلی خونسردانه و عاقلانه رفتار میکنه و نمیذاره غرور چشاشو سیاه بکنه و کار اشتباهی بکنه که درد سرمون بیشتر بشه. این خلاصش. But not only fewer just causes of war. یادتون باشه گفتیم که اون زمان میگفتن که جنگ دو حالت داره، یا unjust cause داره، یعنی بدون اینکه اصلا دلیلی داشته باشه یکی جنگ رو شروع بکنه، خیلی غیرعادلانه. یه وقتی هست که حمله بهتون میکنن، شما میرید که اینا رو دفاع بخونید از خودتون و جنگ رو شروع میکنید، این میشه just cause، یه دلیل عادلانه ای داره. میگه نشنال گاورمنت، دولت مرکزی، به شما بهونه کمتری خواهد داد. فیور، کمتر.
بهونه کمتری خواهد داشتش که آدم هی بره این بر اونور جنگ بکنه. But it will also be more in the power to accommodate and settle them amicably. و نه تنها اینکه کمتر جنگ را میندازه، بلکه اگه یه وقتی جنگ را افتاد قدرتش طوریه که میتونه accommodate، همراهی بکنه، منطبق بکنه، برنامه رو طوری راست و ریس بکنه. And settle یعنی مستقر شدن، تنشین شدن، ولی اینجا منظور فیصل دادن، کار فیصله بده. هم میتونه برنامه ها رو طوری منطبق بکنه، راست و ریس بکنه، هم از اون ور میتونه آخرش برنامه رو فیصل بده. چجوری؟ amicably، دوستانه یا حداقل به طور مصالحانه. یعنی یه طوری جریان رو به قضیه رو تحتوش درست بکنه که حداقل بهونه جنگ بعدی رو بهشون نده. در صورتی ایالت ها احتمال داره کوتاه‌بینی بکنن و این برنامه ها هی چند وقت به چند وقت بهونه بدن که اونا بیان با اینا بجنگن. خب پس فهمیدیم settle میشه فیصل دادن، اصولا میشه مستقر کردن، مقیم شدن، ولی اینجا میشه فیصل دادن، amicably، دوستانه. accommodate هم که میشه همراهی کردن، منطبق کردن. مثلا میرید یه شهری دارید مسافرت میکنید، شهره میگه ما همه جور accommodation داریم. اینجا منظورشون هتل و چیزهایی که زندگی رو برای شما راحت بکنه. accommodate اینجا یعنی منطبق کردن و برنامه رو خوب همراهی دادن و راست و ریس کردن. خب میرسیم اینجا. They will be more temperate. یعنی این دولت مرکزی will be more temperate. میان رو معتدله. And cool. cool خنکه، خونسرد اینجا میشه. پس رفتارش هم میان رو معتدل و خونسردانه. And in that respect، و به همین دلیل، as well as in others، و به همین نوع، نه تنها در اینجا بلکه در جاهای دیگه، will be more in capacity to act. capacity میشه ظرفیت و گنجایش، ولی اینجا میگه چه استعدادش خواهد داشت، تواناییش خواهد داشت که act، رفتار بکنه، عمل بکنه، advisedly، خردمندانه. پس نه تنها جنگ کمتر میشه، بلکه وقتی جنگ شد آخرش رو میتونه خیلی عاقلانه، معتدلانه، خونسردانه تموم بکنه، advisedly، خردمندانه تر than the offending state. offending یعنی متخلف، than the offending state یعنی خیلی بهتر از اون ایالتهایی که متخلف بودن تحتوی قضیه رو در بیاره. pride میشه غرور، the pride of states as well as man. یعنی میگه ایالت ها شبیه انسان، غرورشون باعث میشه naturally disposes them، naturally یعنی طبیعتا، disposes them، dispose یعنی مرتب کردن، ولی اینجا naturally disposes them to justify all their actions، یعنی متمایلشون میکنه، بهشون بهونه میده که justify، توجیه کردن، to justify یعنی توجیه کردن their actions، همه اعمال و رفتارشونو، and opposes their acknowledge، oppose یعنی مخالفت کردن، their acknowledging، acknowledge یعنی قدردانی کردن، تایید و اعتراف کردن. اینجا یعنی غرورشون بهشون اجازه نمیده که بیان بگن آقا ما نه تنها رفتارمون بی اعتدال و خیلی بد بود، و حتی جلوشون با همون با دو مرتبه غرورشون باعث میشه که اعتراف نکنن یا حداقل قبول نکنن که خرابکاری کردن، و بعد بیان correcting and repairing their errors، که بیان اروراشون، اشتباهاتشون رو تعمیر بکنن، اصلاح بکنن، درست بکنن. errors and offenses، offense هم اهانت و تجاوز و
بیتربیتی. خب نه تنها غرورشون اجازه نمیده که بیان بگن ما اشتباه کردیم و راه درست رو پیش بگیرن، ولی the national government، دولت مرکزی، این کار رو نمی کنه. affected، متأثر شدن، تحت تأثیر قرار گرفتن، pride که گفتیم غرور، proceed پیش رفتن، حرکت کردن، moderation اعتدال و میانه روی، candor خلوص نیت و رکگویی، consider رسیدگی و مطرح کردن، در نظر گرفتن، decide که میشه تصمیم گرفتن، means most proper، means روش ها و طرق ها، صحیح ترین روش ها و طرق ها، proper یعنی صحیح ترین، صحیح، most proper یعنی صحیح ترین، to extricate them یعنی خلاصی ببخشه، رهاشون بکنه، آزادشون بکنه، از دردسر، از مخمصه بکششون بیرون. difficulties یعنی مشکلات، threaten یعنی تهدید کردن. میبخشید این قسمتش رو سریع خوندم، ولی دیگه چند جمله قبل بهتون گفتم که منظورش چیه. دولت مرکزی از مخمصه شما رو بهتر میکشه بیرون تا این تک تک ایالت ها. فعلا با اجازه.